دکتر هوبان، شما تو کتابتون نوشتین که شما موافق نیستین با اینکه ما گوشت یا پروتئین و کربوهیدرات با هم دیگه بخوریم. در صد که خب میدونیم اکثر غذای ما ایرونی ها چه گوشت و کربوهیدرات با همه، یه چلو کباب، چلو خورش، تمام غذاها معمولا چیزای خوشمزه، یا حتی بیرون مثلا ساندویچ های مختلف، همبرگر، اینا همه میبینی که نون معمولا با گوشت و بله حتی مثلا خیلی چیزا هستش که معمولا پروتئین، آره پوتیتو با میگم کربوهیدرات با قاطی میشه. با ببین برای کسانی که یک دستگاه گوارش خیلی سالم دارن بله و دایجستیو سیستماشون یعنی آنزیمای هضم و جذب غذاشون خیلی زیاد ترشح میشه، معمولا گروه خونی های او از این نظر خیلی راحت تر میتونن غذاها رو هضم کنن و اون مواد هایدروکلوریک اسید یا پنکریاتیک انزیم و غیره در بدنشون بیشتر ترشح میشه. کسایی مثل مثلا گروه های A و AB و اینا یه مقدار خب باید بیشتر مواظب باشن، و یا اگر اشخاصی هستن که یه مقداری از نظر هضم و جذب مشکل دارن، یعنی دستگاه گوارششون خیلی غذا رو نمیتونه درست هضم و جذب کنه، و یا اشخاصی که میخوان وزن کم کنن، خیلی بهتره که کربوهیدرات با پروتئین خورده نشه، یعنی توی دو وعده مختلف خورده بشه. مثلا اول میان غذا بخورن بگیرن اول... یا نه خب مثلا توی یه وعده میتونین شما کربوهیدرات بخورین با سبزیجات، مثلا برنج بخورین با سیم بشتوه. ببینید این خیلی سخته به نظرم برای همه، به خاطر اینکه ما میشینیم سر میز با فامیل شب بله. همه چی رو با هم دیگه میخوریم. خب اون موقع باید مطمئن باشین که آنزیمای هضم و جذب غذاتون کافیه و اگر نیست کمک بگیرین، یعنی بله. از یه متخصص سوال کنین که مثلا ببینین آیا چه چیزایی رو از نظر آنزیمی کم دارین، علائم مختلفی میتونه نشون بده که شما احتیاج به آنزیم دارین. مثلا فرض کنین غذا که میخورین معدتون سنگین میشه یا شکمتون میاد جلو یا احساس بادگلو یا ترشی یا احساس ناراحتی یا سنگینی، بعضی موقع احساس خواب‌آلودگی و اینا همه علائمی، بعضی موقع یبوست ایجاد میکنه، اینا همه علائمی این هستش که ما غذامون به درستی هضم و جذب نمیشه و کمبود یه سری از آنزیم ها رو داریم. و اگه این کمبود انزیم هستش میتونن متوجه بشن با یه بلاد تست؟ نه معمولا اینا رو با بلاد تست نشون نمیده. با چی نشون؟ با علائم نشون میده. مثلا فرض کنین که اگر گاز ایجاد میشه بدنشون، گازی که از طریق معده ایجاد میشه معمولا نشونه کمبود هایدروکلوریک اسیده، و اگر مثلا بیشتر گاز از روده ایجاد بیشتر بیاد معمولا نشون دهنده اینه که کربوهیدرات به درستی هضم و جذب نمیشن و احتیاج به آنزیمای پنکریاس دارن یا پنکریاتیک انزایمز دارن. خیلی خوبه که اگه فود دایری نگه دارن ببینن اینو خوردن دقیقاً چه علائمی دارن و از یک متخصص کمک بگیرن که بهشون آنزیمای مختلف داده بشه. مرسی دکتر هوبان، یه درس خیلی خوبی بود. خواهش می‌کنم.